بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز جمعه 20 ماه سپتامبر 2013 برابر با 29 شهریور ماه 1392 ساعت 2:03 بعد از ظهر با شما هستیم، اوقات بهتری پیش رو داشته باشیم. میدونید که از دیروز یک فراخانی رو آقای محمد نوریزاد روی فیسبوک و روی اینجا بهش میگن سوشال میدیا، رسانه‌های اجتماعی و اینها گذاشتن و از مردم خواستن که بیان و نجاست روبی کنن. من با ایشون تماس گرفتم، اجازه بدید اگر امکان تلفن باشه باز با ایشون تماس بگیریم و باهاشون چند کلمه صحبت کنیم، چون حقیقتا ماجرا خیلی به اصطلاح حساس شده و مخصوصا میبینیم که توی خیلی از تلویزیون ها، حتی توی این تلویزیون یکی از دوستانمون گفتن که آقای نوریزاد به دلیل نزدیکی که با رهبر داشته و با رژیم داشته و اینها قابل باور نیستن مگر اینکه از بین برن، که من گفتم خب پس بشینیم همه یکی یکی بمیرن بعدا قبولشون کنیم، مثل آقای سعیدی سیرجانی. از اون بر آقای تبرزدی میدونید که گفته که فعلا نمیخواد فعالیت کنه چون مادرش اینجوری ازش خواسته یا به خاطر مادرش. باز آقای عزیزان ایراد گرفت که مگر دیگران مادر ندارن؟ البته به نظر من همه آزادن، هر وقت که میخوان فعالیتی انجام بدن و هر وقت که نمیخوان از اون فعالیت به اصطلاح دست بردارن و انجام ندن. اجازه بدید من تماس بگیرم، قبلا تماس گرفتم با آقای نوریزاد، چون جمعه هست و تلفن ها و اینها مثل که اوضاع خوب نبود، یا شاید ایران الان چون خبرها خیلی مهم شده، آقای روحانی مصاحبه‌های زیادی انجام داده چپ و راست اینور اونور و حتی با خانم آن کری که توی کانال NBC بود و سوالای بسیار خوبی این خانم ازش کرد و گفت بگن که شما مثل روباه در لباس بره آمدید جلو. آقای نوریزاد سلام میکنم خدمت شما، سوربی هستم از تلویزیون مردم از واشنگتن باهاتون تماس میگیرم. بله من فان زنگ زدم اون وقت که ببینم اگر امکان داشته باشه با اون یکی شماره دیگه تماس بگیرم، متاسفانه تلفن جواب نداد. حالا امیدوارم ارتباطمون بهتر بشه. الان چگونه است؟ الان نسبتا خوبه، ولی من باهم همچنان دریده میشنم. شما در خدمتتون هستم، ان شاءالله که بعدن خوب بشه. ممنونم آقای نوریزاد، شما قبلا هم لطف کردید در برنامه با ما بودید، ممنونم از این لحاظ. من دیروز اون فراخوان شما رو که دیدم، حقیقتش به اون صحبتی که بعضیا باور دارن شما نلسون ماندلای ایران شدید یا دارید میشید، یا حتی شما رو به گاندی شبیه میکنن، تشبیه میکنن، و بعضی ها میگن که شما چون با آقای خامنه ای با دستگاه حتی جدیدن ملاقاتی داشتید با وزیر اطلاعات و به قول معروف چایی با هم نوشیدید، میگن شماها یه جوری دارید به اصطلاح جاده صاف کن میشید. به این دو گروه شما چی میگید؟ به اونی که شما رو نلسون ماندلا میدونه و به اونی که شما رو جزء این سیستم میدونه و باور میکنه که این فعالیتهایی که شما میکنید یک بازی سیاسی هست، و ازتون میخوام اگر لطف کنید خودتون اون فراخوان رو بخونید که من ساکت باشم که این صدا وضعش بهتر باشه. بفرمایید. بله اشکال نداره، یعنی من فکر میکنم که مخاطبین ما آزادن به هر شکلی که فکر میکنن در مورد ما قضاوت بکنن. علتش هم این هستش که سرزمین ما سرزمین ریاکاری دروغه و مسئولان ما عمدتاً دروغ گفتن، ریاکاری ورزیدن و فضایی نپرداختن که رفتار صادقانه توسط مردم رصد بشه، درک بشه، فهمیده بشه، بهش امتیاز داده بشه. و طبیعی است که مردمی که از افراد مختلف گزیده شدند، از مسئولین مختلف گزیده شدند، وعده های پوک و پوچ شنیدند و بعداً هیچ کار همین وعده ها عملی نشده، به یک رفتار صادقانه ای که مبتنی بر مثلا ذات انسانی یک فرده به دیده تردید بنگرن. اشکال نداره، ما باید به مخاطبینمون حق بدیم و در بستری از بی اعتمادی رفتار درست از خود
آشکار بکنیم. من واقعیتش رنج میبرم از این که میبینم در جامعه ما داریم زندگی میکنیم که توسط برجستگان دینی ما که اسم عالم به خودشون گذاشتن و علم رو ترشم کردن، رفتارهای نابخردانه، سخنان غیر عقلانی از اونها شنیده میشه و اینها به عنوان یک امور بدیهی در زندگی ما جاری است و اینها رو ما خواه نخواه اگر بخواییم به سمت سرفرازی، به سمت یک جامعه درست و متوازن پیش بریم، بعد با این بیخردی های سامان یافته و بدیهی شده مبارزه بکنیم و باید اعتراض به خودمون رو برسونیم که آقا ما عالمی رو که اسمش از مرجع تقلید و به خودش اجازه میده با بحث برداری از دانش جامعه فراد درسته یا تقلید کرده از علاق بکنیم، یک فرد انسانی رو نجس تلقی بکنه. یک آقا دانش من، علم من میگه که آقا این فرد نجسه و با اون ارتباط برقرار نکنید، معاشرت نکنید، با اون معامله نکنید و اون رو تا میتوانید در تنگنا بیندازید. و یک چنین فتوایی، یک چنین نظریه علمی وارد حرفی اجتماعی میشه و بخشی از هموطنان ما رو از حقوق شهروندیشون باز میداره. خب این رنج اگر ما در برابرش قد علم نکنیم، اگر دهان به دهان نکنیم و اگر اعتراض نکنیم، همچنان شاهد رواج و گسترش یک چنین آسیبی هستیم. اما یه نفری میاد این وسط میگه که آقا یک چنین چیزی اصلا در این حال که مخالف عقله، یک رفتار ضد انسانی که از دیرباز از طول تاریخ به همین شکل دست به دست شده و ما یک افرادی رو نجس تلقی میکنیم و میگیم که اینها باید شهروندان درجه چندم یک جامعه باشن. خب این رفتار نادرستی. حالا بنده نسبت به چنین چیزی وقتی اعتراض میکنم ایرادی نداره. دوستی، هموطنی، عزیزی بگه آه اینا همش بازی مریضات از خودشونه و یک چنین رفتاری نمیتونه واقعی باشه، ایرادی نداره. یعنی من اصلا نگران نیستم. نگرانی من وقتی که تنهای تنها من بمونم و کسی همراهی نکنه. تازه اینجا هم من به راه خودم ادامه خواهم داد و کاری ندارم به این که آیا مثلا دیگران همراهی میکنن یا نمیکنن. مطمئن این که میگم من دیگران هستم بیشتر به این دلیل که اگر همراهی صورت میگرفت، اگر صدای من منتشر میشد، توسط دیگری هم تکرار میشد، خب طبیعتا ما رسیدنمون به اون مقصد مطلوب تسریع میشد. یعنی با سرعت بیشتری ما به یک جایگاه درست و واقعی میرسیدیم. مثلا فرض بفرمایید که من وقتی رفتم منزل یک پسر بچه که از یه خانواده بهایی که پدر مادرش زندان هستن، خب تصورم این بود که من یک فضایی رو شکستم، پشتبندش مثلا مسئولان، دیگران میتونن بیان و این راه ادامه پیدا بکنه و ما یه مقدار از بارهای سنگین که بر شانه هموطنان بهایی میخد برداریم. ولی باور دارم که ترس و خوف چیزیست که مسئولین ما در بستری از او دارن زندگی میکنن و نمیتونن به این زودی بلنشن و بیان همراهی بکنن. پس من ناگزیر به این تنهایی و رفتار تنهایی خودم یا تکلوی خودم ادامه خواهم داد تا یک روزی که این شرم بزرگ رو من در پیشانی جمعیتی از مسئولین خودمون ببینم و واقعا اینا بعضیشون به من میگن که ما قلبا با تو هستیم ولی جرأت همراهی با تو رو نداریم. تو مناظری رو پیل کردی، رفتی جلو جلوها، ما نمیتونیم. یعنی کافی من حرف از بهایی بزنم، حرف از پولیس بزنم، حرف از فرق اقلیت ها بزنم، حرف از حقوق شهروندی مثلا فرسون سنیان بزنم، حرف از این که اون سنی ها مسلمانن و باید مثلا عبادتگاه داشته باشن، چرا اینا اجازه ندارن در تهران مسجد داشته باشن. خب این مسئولی که بخواد چنین حرفی رو بزنه، به قول خودشون دودمانشون برچیده میشه. من ناگزیرم همچنان تنها دارم
این تنها رفتن من موجب تردید و برخی از هموطنان من میشه که میگه که این از خودشونه، این داره بازی میکنه، هیچ ایرادی هم نداره. من به همین رفتار فردی خودم ادامه خواهم داد تا جایی که انشاءالله قضا باز بشه و بخشی از مردم و مسئولین بپیوندن و ما بتونیم با سرعتی بیشتر به اون جامعه خود مطلوب خودمون دست پیدا بکنیم. من ممنونم از شما. عملی رو که شما انجام دادید و در رابطه با باهائی‌ها اینجوری صحبت میکنید بی شباهت به عملی که رهبر کاتولیک های جهان پاپ چند روز پیش انجام داد و گفت که من شماها کی هستیم که بتونیم درباره افرادی که هم جنس گرا هستن قضاوت کنیم. شما هم امروز میگید که من و فقها کی هستیم که بتونیم موجودی رو که خدا آفریده به اون بگیم نجس هست یا خوب هست یا بد هست و قضاوت کنیم. نظر خود شما در این رابطه و در این مقایسه‌ای که من الان خدمت شما گفتم چی هست؟ آیا شما خودتون رو با مقامی مثل آقای فرانسیس به اصطلاح رهبر کاتولیک های جهان مقایسه میکنید یا این عملتون رو در ردیف اون میدونید یا نه؟ من باورم بر این هستش که ما باید تمام آرزوها و آفتهایی که به اسم نگرش های عقیدتی هست اینا رو من به شکل آفت میبینم، اینها رو به قصد حکومت خارج بکنیم و اجازه بدیم مردم به هر گرایشی خودشون متمایلن. ما باید بر قانون، به قانونی که حقوق همگان رو محترم شماره باید پافشاری بکنیم. اصرار بر این یک نگرش خاص در جامعه برتری داشته باشه، اصرار بر این که مثلا یک اندیشه بر دیگران حکمرانه اصرار غلطی است و این قطعا دیکتاتور پروری رو در آینده خواهد داشت. ما به سمت رواج انسانیت و حقوق انسانی باید بریم و اصرار ببندیم، چرا که واقعیتش ما در گذشته تاریخی خودمون آسیب‌هایی رو دیدیم که این آسیب‌ها در کنار ما همین امروز ظاهر است. من واقعیتش از دامان یک اندیشه آمدم و دارم فریاد میکشم که پر از مفسد است، پر از آشوبه، پر از شرکی نیست و اصلا در این بستر که شعارهای انسانی بسیاری برآورده زالوهایی دارن دست به دست، یعنی چجوری بگم مفاهیمی رو دارن دست به دست میکنن که زالوگونگی رو شما از زبان یک آیت الله میتونید بشنوید، از رفتار یک آیت الله میتونید ببینید. اینها آسیب های بسیار بزرگی است که اجازه نمیده بانوان ما مثلا در جایگاه واقعی خودشون بدرخشن، جوانان ما در جایگاه واقعی خودشون بدرخشن. اینها مشکلات بزرگی است که البته الان آقای روحانی داره تلاش میکنه که اول مسائل مهم و کلیدی که جلوی مردم رو داره میفشونه اینها رو سامان بده، ولی من به یک افقهای دیگه دارم نگاه میکنم، میگم که اگر ما تمام این تحریم ها رو هم برداریم و زندانی ها رو آزاد کنیم و مطبوعات رو به اصطلاح سانسور نکنیم، گرفتار یک جهالت بزرگی که از گروه وقتی از مراجع تخریب بیرون میزنه، گرفتار یک جهالت بزرگی که به اسم اسلام، به اسم دین، به اسم گرایش شیعی از دهان وقتی از مسئولین ما به شکل قانون تجلی پیدا کرده و فردا مثلا توی سیستم قضایی راه رو بر ما میبنده. ما با این جهالت های بزرگ باید در بیفتیم و فضا رو برای ترمیم اینها، برای تغییر اینها فراهم بکنیم. این نگرش های سخیف که انسان رو نمیبینه ولی به سبب تحکم های عقیدتی رو برمیکشه، اینها آسیب های بزرگی است که هیچ وقت فضا برای برکشیدن و درخشیدن بانوان ما، جوانان ما، مردان ما قائل نمیشه. من میگم اگر آقای روحانی توفیق پیدا بکنه همین امروز تمام تحریم ها رو هم برداره، دلار رو بیاره پایین، قیمتش رو و مردم آزادانه رفت و آمد بکنن، این دنیا آزاد بشن، سیستم امنیتی بره داخل پاسداران پرس بینید که